Good evening everyone. عصر همه شما بخیر. متاسفانه و وکیلان من تایید کردن چیزی که ما اصلا ابتدا هم میدونستیم که متاسفانه به دلیل قوانین اتحادیه اروپا که الان طبیعتا در ایتالیا هم جریان دارن، من قادر نیستم که این چک رو نقد کنم. من تا حدی شگفت زده شدم از اینکه در دقیقه آخر، در وهله آخر، باشگاه چیزی رو که در طول هفته از طریق وکلامون باشون توافق کرده بودیم تغییر داد و تصمیم گرفت که من پول رو به طریق متفاوتی دریافت کنم. روز صبح دوشنبه اونها به من این راه پرداخت رو پیشنهاد کردن، ولی متاسفانه من این چک رو نمیتونم که نقدش کنم. و این معنیش این هست که عملا شما همچنان پول رو دریافت نکردید و اون چه که در رسانه های ایران گفته شده که شما امشب قصد داشتید که به تهران برگردید صحت نداره. قبل از هر چیز من پذیرفتم این مصاحبه رو با شما داشته باشم، فقط به خاطر حقیقت و به خاطر طرفدارانم، چون واقعا ناراحت هستم از اینکه قراردادمون رو حدود 10 روز پیش فسخ کردیم به دلیل این مشکلات و به دلیل مشکلاتی که در پرداخت پول وجود داره، و این چیزیه که منو واقعا غمگین میکنه، چون تیم ما در صدر جدول بود و هست و من عاشق استقلال و عاشق طرفدارانم و بازیکنانم هستم و این من رو غمگین میکنه. اما متاسفانه قوانینی وجود دارن و چیزی که ما خواستیم و چیزی که باشگاه به من پیشنهاد کرد، پیشنهادش برای این که یک قرارداد جدید امضا کنم، این بود که اونها قادر خواهند بود که به طریق مستمر و مطابق با قواعد پرداختشون رو انجام بدن. من نمیخوام اظهار نظر کنم، ولی متاسفانه تا اینجا باید بگم که نمیتونم تایید کنم، باید تکذیب کنم که اونها راهی رو پیدا کرده باشن برای اینکه مذاکره انجام بشه. ما از هر دو طرف ماجرا میخواستیم که راه حلی پیدا کنیم، ولی تا اینجا پیدا نشده. تیم شما همچنان در صدر جدول هست و هواداران استقلال خیلی راغب هستند که شما رو برگردونند به کشور. تمام تلاششون رو هم کردند، فشارهای زیادی به مدیریت باشگاه آوردند. فکر میکنید چه راهی وجود داشته باشه که در واقع مسئولان استقلال اون رو انجام نداده باشند؟ قبل از هر چیز میخوام که همه طرفداران من بدونن که من و همکارانم دوست داریم که برگردیم به استقلال. میخوایم که قرارداد جدیدی داشته باشیم بدون هیچ خاصی، قراردادی شبیه قرارداد قبلی، چون هدف ما اینه که فصل رو به پایان برسونیم و با بازیکنانم به بهترین نتیجه ممکن برای طرفداران برسیم. اما از طرف دیگر یک جنبه قانونی وجود داره که وکلای من دارن روش کار میکنن. من راضی نیستم از اینکه گاهی وقتا اطلاعات و بیانیه های غلطی بیرون میاد، مثل چیزی که امروز صبح گفتن اونها. من میخوام که به طرفداران من احترام گذاشته بشه، چون اونها استحقاق احترام دارن. با استراماچونی یا بدون استراماچونی ما بهترین نتیجه رو خواهیم گرفت، اما به طرفداران استقلال باید احترام گذاشت. سوال آخر رو ازتون میپرسم، بنابراین شما همچنان آماده هستید اگر مشکلات برطرف بشه بازگردید به تهران؟ بله. دیروز با وکلام انتظار داشتیم صحبت میکردیم راجع به اتفاقاتی که در طول هفته افتاد و صحبت هامون با مدیریت باشگاه. قرارداد آماده بود، ما آماده بودیم که پرواز کنیم، بعد یک دفعه با این بحث جدید چک اومدن بیرون که من انتظارش رو نداشتم. و متاسفانه انگار نمیدونن که در ایتالیا خیلی سخته برای یک شخص حقیقی که بره همچین راه پرداختی رو قبول کنه. بنابراین دوباره باید بگم بحث مقدار پول نیست، ما اشخاص حرفه‌ای در بالاترین سطح هستیم و باید در چارچوب قوانین عمل کنیم. اگر راهی پیدا بشه،
حتما بیشترین تلاش خودمون رو خواهیم کرد، اما متاسفانه تنها نمیتونیم بریم جلو، این به تنهایی نمیتونیم این کار بکنیم و من هنوز منتظرم. ممنونم از شما آندرا استراماچونی، سرمربی استقلال.